این رونمایی از 10 فروند جنگنده بمب افکن سوخو 22 بود که امروز در آسمان شیراز به پرواز درآمد. این جنگنده بمب افکن‌ها قابلیت‌های منحصر به فردی دارند. موشک‌ها و راکت‌های مختلفی که با بمب‌های مختلف پیشرفته‌ای که روی این هواپیما کار شده و اضافه شده به اینها، یک توانمندی بسیار خوبی اضافه شده به توان عملیاتی پروازی نیروی هوایی سپاه. 28 سال بود که این 10 فروند هواپیمای رزمی شکاری زمینگیر شده بودند. در شرایط خاص نگهداری قابلیت پروازی نداشتند. در شرایط تحریم قطعات و تجهیزات این هواپیماها را در اختیار ما قرار ندادند، چون تجهیزات جانبی این مثل بمب‌ها، مثل موشک‌ها، مثل تجهیزاتی که در واقع با اضافه شدن اون هواپیما قابلیت پیدا می‌کنه، خب این در اختیار ایران نبوده، به ما هم ندادن. اما تکنسین‌های پایگاه هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت‌های دانش بنیان بیکار ننشستند و شروع به بازسازی این هواپیماها کردند و توانستند به دانش ساخت قطعات و تجهیزات آنها دست یابند. اینا رو در داخل توانستیم توسط متخصصین داخلی این رو به دست بیاریم و نصب کنیم. این هواپیما الان دیگه شده هواپیما جدید. اکنون این بمب افکن‌ها قادر به حمل بمب‌های هوشمند نقطه‌زن، موشک‌های هوا به زمین، همچنین انتقال اطلاعات از پهپادها از فواصل چند کیلومتری هستند. تسلیحات کاملا هوشمند، سامانه‌های تسلیحاتی و کنترل سلاح هوشمند هست که این هواپیما رو کاملا از آنچه که بوده متفاوت کرده. این هواپیماهای شکاری با قابلیت پرواز تا 1600 کیلومتر در ساعت و ارتفاع بیش از 50000 پا از سطح زمین به ناوگان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوستند. قراره که در آینده نزدیک موشک‌های کروز هوا به زمین با برد 1500 کیلومتر روی این جنگنده بمب افکن‌ها نصب بشه. سعید پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.